هموطنان عزیز، در هر کجای افغانستان و کشورهای جهان که هستین، خوش آمدین به سومین گزارش امروز صبح و زندگی. امی لحظه ما به پنزه شهریات و پانتون کابل آمدیم. یک تعداد زیاد شما که امی لحظه بیننده برنامه صبح و زندگی هستین، شاید از این پنزه فارغ شده باشین و یا شاید یک تعداد دیگه شما محصل پانتون کابل و یکی از پنزه ها باشین. شاید محصل پنزه شریعت نباشین، مسئله یک پنزه دیگه پانتون کابل باشین. خاطراتتان شاید یک دفعه دیگه تازه شوه و در این منطقه شاید گشت و گذار کرده باشین شما. ما امروز یکی از مسئولین پنزه شریعت پانتون را دعوت کردیم و امرشان هم آهنگ شدیم تا در مورد تعاون و همکاری در خانواده صحبت بکنه. انشالله امرشان صحبت میکنیم، شما هم توجه بفرمایین به صحبت های عزیز جوان. سلام، صبحتان بخیر. سلام، صبح شما بخیر. امیدوارم که صحتمند باشید. عزیز احمد یزدان من هستم، محصل سال 4 و 15 شریعت پانتون کابل. بسیار خوب آقای یزدان، پس کمی نزدیکتر میریم و صحبت های خود در مورد تعاون و همکاری در خانواده می داشته باشیم. شما میفهمین که خانواده های افغان نام خدا بیشتر از 7 نفر و 8 نفر خانواده ایشان می باشه، اما در کشورهای خارج یک خانواده زیاد که باشه 4 نفر 5 نفر. اما وقتی که ما میگیم که خانواده های افغان تعداد زیاد می باشه، مثلا اعضای خانواده زیاد می باشه، اما قدر جنجال ها هم زیاد می باشه، اما قدر اگر تعاون و همکاری هم بینشان وجود نداشته باشه، یه است که باز او خانواده بحرانی میشه، در وجه بدبینی ها زیاد می باشه، محبت ها کمتر میشه و بدبینی ها زیاد میشه، همیست که باعث رکود خانواده میشه. خب میخوایم نظر شما رو داشته باشم که در خانواده ایتان اول چند نفر است بگوین؟ به نام خدا، به خانواده ما یه خانواده نسبتاً بزرگ تشکیل میدیم. 7 برادر میباشیم و 3 خواهر میباشیم. با شمول پدر مادر که 12 نفر فامیل ما تشکیل میده. 12 نفر. پس اینا رو میشه که از خود شروع بکنیم. رابطه شما بین در خانواده بین هم چطور است؟ بین ما یک روابط دوستانه می باشه. کل برادرها خود مانند دوست هستیم، تا پدر ما هم به ما مانند دوست می باشه. از من برادر کلان ماستر پانتون شریعت پانتون هرات استاد هستن، خودم هم پانتون کابل می خوانم شریعت، برادر من پانتون قندار می خوانه، خواهر دیگه من محصل هست و برادرها دیگه مثلا 12 10 به می ترتیب. هم ما یا محصل هستیم یا متعلم، هیچ کدوم ما کار دیگه نداریم، فقط هم پدر مادر گذاشتن تا تحصیل کنه. بسیار خوب، برادر بزرگتون که گفتین در پانتون هرات استاد هستن، از اونا شروع میشه فکر میکنم. اول خواهر پدر مادر، بعد از برادر بزرگ یا خواهر بزرگ میباشن. چقدر هم کار هستین با هم در خانواده؟ برادر من شریعت پانتون کابل خواندن. علتی هم که من پانتون کابل را انتخاب کردم همین تشویق برادر بود، هم به عنوان یک دوست بزرگتر و هم به عنوان یک راهنمای بزرگتر ما را تشویق کردم تا بتونیم در مؤسسات تحصیلات عالی دولتی بتونیم کامیاب بشیم و قدم بزرگتر و بهتر بگذاریم در عرصه تحصیلات، در ادامه تحصیلات دینی. بسیار خوب، گفتین که خواهرتان هم محصل هستن، شما رابطه تان با خواهرها چطور است؟ آیا فرق میکنه؟ کلا فامیل ما فکر کنم که هم بحث دینداری در ما مطرح است و هم بحث علوم عصری و دینی. خواهر من علوم دینی میخوانم فضل خدا و خواهر دیگه من حفظ قرآن میکنه. کلا همه ما درس میخوانیم. یعنی چیزی که باعث شد خودم تشویق کردم خواهر خود، تو باید اقلا لیسانس باشی و خود مشوق خواهر خود بودم شخصا. از پدیده به نام خشونت علیه زن در خانواده ایتان وجود نداره؟ خدا، چون منبع و منشأ افکار ما اسلامی میباشه، در اسلام وجود نداره. در اسلام ما آمده که هر کسی که دختر داشت و او را تربیه بهتر بکنه جنت جا از اون میباشه و هر کسی که خواهر داشت تا او را در خانه شوهر امرایی بکنه و او را نیک عزت بکنه و احترام بکنه جایگاه از اون بهتر. و همچنان اگر مادر بود که جایگاه از اون، میفهمیم خود شما که جنت تحت اقدام امهات، جنت زیر پای مادران میباشه. یعنی مقامی که اسلام به زن داده در خانواده ما فضل خدا عملی رونمایی شده، از او خاطر است که همه ما خود خوشبخت احساس میکنیم. بسیار زیاد تشکر دوستان عزیز. شما که بیننده هستین، خشونت علیه زن در خانواده از اینا وجود نداره، بلکه جاگزین امی اصطلاح یا عبارت خشونت علیه زن، شفقت و محبت علیه زن در خانواده از اینا وجود داره، با امید از اینکه در هر خانواده چنین یک موضوع یا پدیده وجود داشته باشه. خب شما خانواده های افغان را توجه کردین، بیشتر خویشاوندایتان است یا همسنفایتان است، اکثرا امی تعاون و همکاری که در خانواده شما از در خانواده های یک تعداد زیاد فعلا در افغانستان نیست، دلیلش چی است فکر میکنین؟ دلیل بیشتر عمده فهم غیر صحیح اسلامی میباشه. قرآن در آیت سوم سوره مائده جزء 6 میفرمایه و تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، شما همکاری کنید با هم دیگر در کارهای نیکو و نیکسرشت.
فرق نمی کنه خانواده ما باشه و یا جامعه ما و یا حتی امت اسلامی، در قدم اول فامیل خود شخص مقدم می باشه، زیرا کسی که خیر از او به اشخاص فامیل از او نرسه عموما و اغلبا و اکثرا به شهر از او و به جامعه از او هم نمیرسه. پس فهم نادرست از دین یا اینکه به عمل نکردن به دین می باشه. دوم احساس مسئولیت نکردن. وقتی که یک انسان احساس مسئولیت نسبت به خود، فامیل خود و همشهریان خود نکنه، این پدیده رونمایی بیشتر میشه. شما میدانید که علمای اولی اسلام علم اخلاق را به سه قسم تقسیم کرده بودند که عبارت تهذیب نفس می باشه یا خود را آراستن به اخلاقیات. دوم تدبیر منزل می باشه. تدبیر منزل عبارت از امین اخلاق با فامیل و علوم که با فامیل در می باشه. و سوم هم سیاست مدن، که آن چیزی که در شهر و یا در سیاست داخلی و خارجی ما مطرح می باشه. علمای علوم دینی هم اولا یک مبحث بسیار بزرگی به نام تدبیر منزل در این راستا عرصه گذاری کرده بودند و کتاب های زیادی هم در این عرصه می باشه. نظام اجتماعی و نظام فامیلی در اسلام ما داریم که همچنان پیامبر مکرم اسلام می فرمایه که المسلمون، تمام مسلمان ها مانند یک جسد واحد می باشند. وقتی که یک عضو به درد آمد تمام عضو. و چیزی باز که شعر سعدی را بخوانم که بنی آدم اعضای یک دیگرند، که در آفرینش یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. بسیار جا تشکر، بس خیلی خوب و جالب و شیرین داشتین در رابطه به تعاون و همکاری در خانواده. بسیار تشکر. یک پیام کوتاه بر جوانا اگر داشته باشین. جوانا کوشش کنند که فهم دینی خود و عمل کرده دینی خود زیاد کنند، احساس مسئولیت نسبت به خود و فامیل خود داشته باشند، خصوصا این زنانی که در خانواده می باشه، چون اینا در 30 سال مظلوم قرار گرفتن. بیشتر از این نگذاریم که اینا را بکوبیم و در خانه حاضر کنیم، بگذاریم اینا هم حق تحصیل دارن، استقلال مالی و استقلال تحصیلی خود حفظ کنند تا انشالله یک جامعه متمدنانه‌تر و پیشرفته‌تر داشته باشند. بسیار تشکر، شما سلامت باشین. برنده برنامه صبح و زندگی هستین. تشکر از اینکه تا این لحظه با ما بودین و ما هم میخواییم که بریم به طرف استودیوی صبح و زندگی. ای بود آخرین گزارش امروز صبح و زندگی. اما پیش از اینکه به طرف استودیوی صبح و زندگی بریم، یک ماده از قانون مدنی افغانستان آماده نشر است و میریم با هم میبینیم.